منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، با موضوع دیگری در یکی از جلسات عقاید اسلامی در خدمت شما هستیم. این بار موضوع ما اخلاص است و امیدواریم که خداوند متعال به همه من و شما اخلاص عنایت بفرماید. اخلاص در واقع جوهر و خلاصه همه اون چیزی است که ما از ایمان و عمل انجام میدیم. اگر اخلاص نداشته باشیم، یعنی اگر خالص برای الله انجام ندهیم و شائبه ای از ریا در اون وجود داشته باشد، دیگر خسارتی بزرگ کردیم. چون که روح و جان و عبادت، جان عبادت و عمل صالح و شرط قبولی آن اخلاص است. اخلاص عملی است که در قلب است. به ظاهر ممکن است کسی خیلی خاشع و متواضع باشد، اما این قلب انسان است که از روی اون دماسنج یا نگاهی که الله متعال به قلب انسان دارد، الله فقط متوجه می شود و الله است که فقط می فهمد که فلانی اخلاص دارد یا ندارد. هیچ کسی نمی تواند درباره کسی دیگری نظر بدهد. البته درباره خودش ممکن است من درباره خودم بفهمم که این کاری که انجام می دم در این اخلاص دارم یا ندارم، یعنی آیا این کار تنها برای الله انجام میگیرد یا این که من از این غرض دیگری دارم. اما کسی دیگر درباره عمل من نمیتواند قضاوت کند. این قضاوت فقط به الله متعلق است. و در کل این جهان آفرینش، من و شما آفریده شده ایم برای این که اخلاص خودمون را در عبادت، اخلاص خود را در ایمان، اخلاص خود را در عمل به الله متعال نشان بدیم. خلق الموت والحیات لیبلوکم. الله متعال مرگ و زندگی را آفریده است تا اینکه لیبلوکم، تا اینکه شما را آزمایش کند. ایکم احسن و عملا، تا ببیند که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کند. الله که میداند، الله چه نیازی به آزمایش دارد. این آزمایش نتیجهش برای خود ماست، تا اینکه خود ما فردا در مقابل عمل خود بتوانیم پاسخگو باشیم. الله که احتیاج به آزمایش ندارد. پیش از آزمایش هم الله میداند که ما چه کاریم، چه میکنیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و امر نشدند بندگان مگر اینکه
عبادت کنن، پرستش کنن الله متعال را، مخلصین له الدین، عبادت را تنها برای او قرار بدهند. این بسیار مهم است که ما در ایمان خودمون، در عمل خودمون، در کردار خودمون دقت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، بدانیم که چه کار میکنیم. خدای نکرده نشود که انسان عمری زحمت، عمری تلاش، چه بسا در شبی سرد با آب خنک کسی وضو بگیرد، اما در نتیجه چیزی از این زحمتش نصیبش نشود. در یک میدان جنگ سینه سپر کند، مثل اون کسی که در غزوه احد فکر میکنم بود آمد داشت می جنگید و خیلی شجاعانه می جنگید. وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که فلانی خیلی شجاعانه دارد می جنگد، فرمودن که او در دوزخ است. تعجب کردن صحابه که چطوری؟ وقتی دقت کردن دیدن که در آخر کار نیزه خودش را انداخت و تیغ کرد و خودش را انداخت رو نیزه و خودکشی کرد. منافق بود، آماده بود فقط از بر اساس اون غیرت جاهلی از قوم خودش دفاع بکند. و اخلاص در همه جا بسیار مهم است، حتی در غزوات، در جنگ فی سبیل الله. الله متعال در همه جا ایمان انسان را، عمل انسان را می‌بیند. و به همین دلیل رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که من قاتل لتكون کلمه الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. عملی که در راه الله است نشانه دارد، علامت دارد. علامت و نشانش این است که هدف شخص این باشد که تنها پرچم الله بلند باشد، کلمه الله بلند باشد، نام الله بلند باشد. و به همین دلیل است که حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث معروف اول تقریبا تمام کتاب های حدیثی از صحیح بخاری گرفته تا بیشتر کتاب های حدیث، علما این حدیث را در اول هر کتاب میارن. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودند که انما الاعمال بالنیات، دار و مدار عمل بر نیت است. کسی که هجرتش به خاطر خدا باشد، به خاطر خداست. کسی که هجرتش به خاطر زنی باشد، هجرتش به خاطر همون چیزی است که برای او هجرت کرده است. بله، حدیثی مشهور از حدیث صحیح مسلم که در روز قیامت سه نفر پیش از دیگران به دوزخ کشانده می شوند. تعجب آور است. سه نفری که پیش از همه انسانها، اعمال اونها، کردار اونها مردم را متوجه خود می کرد. رجلون استوش شده، یکی کسی که به ظاهر شهید شده، در راه خدا شمشیر زده، ظاهرش اینطوری است، اما الله متعال در روز قیامت او را می آورد در ملع، در اما مقابل تمام انسان ها در روز حشر. می پرسد ها چرا جنگیدی؟ ای خدا، من جنگیدم تا اینکه نام تو بلند باشد. الله متعال می فرماید دروغ می گویی، بلکه تو به خاطر این جنگیدی که مردم به تو شجاع بگویند. به شجاع گفتن، گفته شد، مزد خودت را گرفتی. سپس او را به دوزخ می کشانند. همچنین کسی که مال خرج می کند، پول خرج می کند، نامش را در تابلوها می نویسد، در مجالس منتظر است که مردم او را معرفی کنند، منتظر است که مردم از او تشکر کنند، نامش را در همه جا ببرند، خدا میگه چرا خرج کردی مال خودت را؟ خدا خرج کردم به خاطر تو.
فرماید دروغ میگویی، به خاطر این خرج کردی که مردم به تو سخاوتمند بگویند و گفته شد تو مزد خودت را گرفتی. و عالمی که به ظاهر سخنرانی میکرد، تدریس میکرد، موعظه میکرد، خدا میگه چرا این اعمال را چرا انجام میدادی؟ میگه خدا به خاطر تو. فرماید دروغ میگویی، به خاطر این میکردی که مردم تو را عالم بگویند و گفته شد تو مزد خودت را گرفتی، بکشانیدش دوزخ. خداوند همه من و شما را از شر اعمال بدمان حفاظت کند. همه ما را خدایا از اون روسیایی، از روزی حفظ کن که در انظار تمام مخلوقاتت، اولین و آخرین، در اونجا خدای نکرده رسوا بشیم. امیدواریم خداوند به همه من و شما اخلاص عنایت بفرماید. در حدیث صحیح که حضرت ابو هریره روایت می کند، می پرسد من اسعد الناس به شفاعتک یوم القیامه، ای رسول خدا چه کسی شایسته این است که در روز قیامت تو برای اون شفاعت کنی؟ پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید ای ابو هریره، با توجه به حرصی که من در تو می دیدم می فهمیدم که غیر از تو کسی چون این سوالی نمی کند. اسعد الناس به شفاعت یوم القیامه، خوشبخترین انسان ها به شفاعت من در روز قیامت، کسی است که قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسی، کسی که با اخلاص لا اله الا الله بگوید، کسی که با اخلاص یقین و باور کامل داشته باشد به این که معبودی شایسته پرستش نیست در این جهان عظیم، در این تمام این جهان بزرگ، جز یک الله، جز یک اله. اخلاص است که در اینجا انسان را نجات می‌دهد. آره، و در حدیث دیگری هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که سه چیز است که قلب انسان از اونها هرگز بی‌نیاز نیست. اولینش اخلاص است. و دوم نصیحت حاکمان مسلمان، و سوم همراه بودن با جماعت مسلمین. آری، شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی، چنان که می دانید اخلاص در واقع تمام اون نتیجه عملی است که انسان انجام می دهد. اگر اخلاص نباشد، خدای نکرده ممکن است که انسان ببازد، تمام آنچه که در جهان کرده، در دنیا کرده، در طول عمرش انجام داده ضایع برود. و از بارزترین ثمرات اخلاص تحقق توحید و یکتاپرستی و سالم ماندن از شرک و نفاق است، داخل شدن به بهشت و نجات از آتش و دوزخ، قبول شدن اعمال و بلکه دوچندان شدن آن. اخلاص است که عمل را دوچندان می کند، آمرزش گناهان، چشیدن حلاوت ایمان و رستگار شدن و رسیدن به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و امنیت و آرامش در پرتو ایمان و عمل. امیدواریم که خداوند متعال به همه من و شما در تمام گفتار و کردارمان، در ایمانمان، در عملمان، در کردارمان اخلاص کامل عنایت بفرماید و ما را جزو بندگان مخلص خودش قرار دهد. تا جلسه دیگر و موضوع دیگر، همه شما را به الله متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون. خدایا دین تو توحید و سنت، که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بزر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی،
نماد عزت دین است و دولت.